به شنوندگان این برنامه درود میفرستم. هدف این سخنها و هدف کتابی که نگاشتم، یعنی چرا به این جهان آمده ایم، خودشناسی و خداشناسی است. در سه برنامه پیش سعی کردم شما رو با این کتاب آشنا کنم. این آخرین برنامه من در پاسخ به این دعوت است. خداشناسی و عشق خدا چیزی نیست که با خواندن یک کتاب یا شنیدن چند گفتار به دست بیاوریم. کسب دانش نخستین گام در سفری است که هیچگاه به پایان نمی‌رسد. زیرا خداشناسی و خداعاشقی هم مربوط به مغز ماست و هم مربوط به قلب ما و روح ما. در این باره آنقدر کسب دانش کنید تا خداشناسی جزء طبیعت شما شود. هرچه بیشتر کسب دانش کنیم، احساسات ما نسبت به خدا شدیدتر و شیرین‌تر می‌شود. اگر می‌بینید در این سخن‌ها و در کتابم بعضی مطالب تکرار شده، تعجب نکنید. تکرار موجب تذکر است. آیا هدفی مهمتر از خداشناسی و خداعاشقی می‌توان تصور نمود؟ اگر تکرار با عشق همراه باشد، لذت بخش است. هر چه هدف والاتر باشد، تکرار واجب‌تر است. آیا در گفتگو با خدا هنگام دعا و مناجات آرزوهای خود را تکرار نمی‌کنیم؟ همان حرف‌ها را به خدا نمی‌گوییم؟ چون خداشناسی هدف از هستی ماست، هر چی در این باره وقت صرف کنیم باز هم کم است. صحبت امروز ما ادامه بحث هفته گذشته است، یعنی نقشه آفرینش انسان و کیهان. گفته شد که هدف ما در این دنیا کشف جواهرات نهفته در روح ماست. حال ببینیم این دنیا چه نقشی دارد، کار ما در این دنیا چیست. این مطلب رو بنده در فصل هشتم از کتابم چرا به این جهان آمدیم بحث کردم. بقیه این فصل رو برای شما میخوانم. عنوان این مطلب هست: این دنیا یک مدرسه است. این جهان نقش مدرسه را دارد. در این مدرسه مدیر، معلم و دانش آموز هر یک اسم و وظیفه خاصی دارد. مؤسس و مدیر این مدرسه خداست و پیامبران معلمین آن. نقش مدیر انتخاب و ارسال معلمین، نقش معلمین تعلیم دادن و نقش ما در این دنیا آموختن و فارغ التحصیل شدن است. از خصوصیات مهم مدرسه زندگی این است که مدیر پیوسته خود را از دیگران پنهان می‌دارد و تنها به زبان معلمین برگزیده‌اش با شاگردانش سخن می‌گوید. در این کار حکمت‌ها و رمزها نهفته است. از جمله این که پنهان بودن مدیر به شاگردان جرأت می‌دهد که احساس آزادی نمایند و میل و سرشت درونی خود را بی‌پروا بنمایند. اگر مدیر و مدبر بی‌نظیر پرده را از رخ بردارد و روی بنماید، اوضاع مدرسه به کلی در هم ریزد. زیبایی و شکوه و قدرت و عظمتش به حدی است که اگر آنی جمالش را بنماید، بینندگان رویش چون پروانه خود را بی پروا به آتش عشقش زنند و بسوزانند. اگر عالم آفرینش آفتاب گردد و نور آن آفتاب در کوچکترین ذره‌ای بگنجد، آن ذره نورانی از نمایاندن ذره‌ای از شکوه و عظمت و ابهت و قدرت مدیر و مدبر این مدرسه عاجز است. آیا هیچ انسانی میتواند به چنین پرتوی زیبا و پرشکوه نظر اندازد؟ حتی پیامبران از این کار عاجزند. خداوند به حضرت موسی چنین فرمود: هرگز مرا نبینی. یک گفتاری از حضرت زردشت. میفرمان حضرت یزدان کسی است که نیروی آگاهی او را درک نکند و علوم عالم او را محدود نسازد و چگونگی او را کسی ندانسته و نمیداند و نخواهد دانست. مدیر و مدبر مدرسه آفرینش شاگردانش را دوست دارد و به آنها عشق می‌ورزد و برای آسایش و شادی آنها هر چه لازم دارند به آنها داده و می‌دهد. از جمله هر چند گاه یک بار به یکی از بندگانش مأموریت می‌دهد که به تعلیم و تربیت آنها پردازد. این آموزگار فداکار هر گونه سختی و بلایی را میپذیرد تا
به شاگردان این مدرسه که بیشترشان قد ناشناسند رسم انسانیت و رمز سعادت آموزد و از مواهب و نعمتهای وافر پروردگار آنها را بهره و نصیب بخشد. گفتاری از حضرت بهاءالله: انبیا و مرسلین، یعنی فرستاده شدگان، وسایط فیض الهی بودند، یعنی وسیله‌ای بودند که فیض الهی، بخشش الهی به ما برسه، و آنچه از حق به خلق رسیده به واسطه آن مظاهر اعمال، یعنی پیامبران بوده. ترجمه ای از گفتار حضرت بهاءالله: پروردگار پیامبران را گنجینه علم خود و محل نزول وحی خود و طلوعگاه امر خود و مشرق حکمت خود قرار داده، در این دنیا مقام نفس خود را به آنها اعطا فرموده، اراده یزدان به وسیله آنها آشکار می شود. هر کس آنها را بپذیرد پروردگار را پذیرفته است، و هر کس از آنها روی برگرداند نزد خداوند علیم و حکیم قابل ذکر نیست. در این مدرسه هر نوع دانش آموزی هست، به حدی که دو نفر از آنها مثل هم نیستن. برای رعایت اختصار خوب است آنها را به سه دسته تقسیم نموده مورد بررسی قرار دهیم. گروه اول، ببینیم گروه اول چه نوع شاگردانی هستن. این شاگردان چندان علاقه به درس ندارند. رابطه آنها با دیگران متکی بر نیازهای شخصی آنهاست. بنای زندگی آنها بر این پایه استوار است که بیان از حضرت عبدالحاکم فرمان، این افراد میگویند هر چی انسان میخواهد میکند به شرطی که به دیگران ضرر نرساند. ما این طرز فکر رو در آمریکا خیلی زیاد میبینیم که میگن اگه دو نفر رضایت دارن هر کاری بخوان میتونن بکنن. این شاگردان از هر موقع دیگر زنگ تفریح و ساعت غذا را بیشتر دوست دارند و همیشه دنبال گمشده ابدی خود، خوشی و شادی در به در میگردند. به راحت روزانه دلخوش و قانع‌اند و از شراب غفلت شاد و سرمست. گفتاری از حضرت بهاءالله: می‌فرمایند سکر غفلت، یعنی مستی غفلت، جمیع اهل ارض را احاطه نموده. ما می‌بینیم الان در دنیا تمام مردم دنیا دنبال خوشی‌اند، در به در تمام وقتشون دنبال این که یک شادی و خوشی به دست بیارن. پروردگار به طالبان راحت و لذت اندرز می دهد که این دنیا خانه موقت و بی‌وفاست، و آنها را دعوت می کند که نیروهای خود را صرف مسکن جاودانی و نعمتها و عزتهای آسمانی نمایند. اما جاذبه دنیا آنها را از توجه به آن همه نعمتها و بخششها باز می دارد. گفتاری از حضرت بهاءالله در کلمات معنوی: ای خاک متحرک، ببینید خداوند به این افراد اونها رو خاک متحرک مینامه، یعنی در اینها روح وجود نداره. من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس. خدا به ما انس داره و ما در حالت یأس زندگی میکنیم، و در جمیع حال به تو نزدیکم و در جمیع احوال از من دور. ما از خدا به ما نزدیکه ولی ما از خدا دوریم، و من عزت بی زوال برای تو اختیار نمودم، عزتی که هیچ وقت پایان نداره، و تو ذلت بی منتها برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار. این نصیحت خدا خالق ما به ماست. پروردگار به طالبان این دنیا گوشزد می دهد که به راحت روزانه راضی و قانع نباشند، اما گوش شنوا کمیاب است. باز به گفتاری از حضرت بهاءالله توجه کنید: به راحت یومی قانع مشو، یعنی به راحت روزانه، و از راحت بی زوال باقی مگذر، راحتی که برای هیچ وقت پایان پیدا نمی کنه، و گلشن باقی عیش جاودان را به گلخن فانی تبدیل منما. از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان به روز رضوان دلکش لامکان بخران. رضوان یعنی بهش، قفص هم که این دنیاست. بیشتر مردم عصر ما از این گروه هستند. به راحت روزانه قانعند، کار میکنند، پول میگیرند، خرج میکنند، میاندوزند، میخورند، میخوابند و میمیرند. قبرستان ها از استخوان هایشان پر است.
بنابر آیات قرآن مایه اصلی این نوع شاگردان گل است، زیرا نه خوبند و نه بد. حالا برسیم به گروه دوم. این شاگردان برخلاف گروه اول نسبت به دیگران بی تفاوت نیستند. آنها از دیدن هر فردی لذت می‌برند و برای او ارزش بسیار قائلند. در نظر آنها هر یک از انسان‌ها درختی است پربرگ و بار و معدنی سرشار برای استفاده و استثمار. افتخار این شاگردان به تقلب است و اسباب بازی محبوب آنها کلاه. در مدرسه دنیا بر اثر تجربه و کوشش مداوم در رشته کلاهبرداری و هنر کلاهگذاری به مدارج عالی میرسند. رفتار این مردمان دیگران را سخت به آزمایش میاندازد. آیه از قرآن: به این ترتیب مردمان را وسیله آزمایش یکدیگر قرار دادیم. آیه دیگر از قرآن: خداوند بعضی از شما را نسبت به دیگران درجات بالاتری عطا فرمود تا شما را به وسیله آنچه به شما داده بیازماید. ما میبینیم که مردم حسادت میکنن، میبینن یه نفر مقام بالاتری داره، ثروت بالاتری داره، شرایط زندگی بهتری داره، ما به اونها حسادت میکنیم و ذات خودمون را با حسادت و از بطر راه های دیگه نشون میدیم. بنابر آیات قرآن جنس این مردمان آتش است و اسمشان جن، زیرا نشانه ای از انسانیت در درونشان نمیتوان یافت. جنس آنها نیز در ابتدا گل بود، اما به خواست خود از گل آتش ساختند و به خرابی عالم پرداختند. این کلمه جن رو بنده توضیح بدم. خیلی از مردم معتقدن که جن یک موجودی است نامعلوم، اجنه، ما کلمه اجنه رو به کار میبریم، ولی در واقع جن اشاره به انسان هست. هر انسانی که درستکار نباشه، درو باشه، با تزویر و مکر و حیله و ریا زندگی کنه، از نظر خداوند انسان نیست. لقب او جن هست، یعنی پایین ترین درجه، اولین درجه انسانیت ما درستکاری و شفافیت و درستی ماست. اگر این صفت رو نداشته باشیم ما انسان نیستیم، کلمه جن. و بعد اگر به مدارج خیلی بالا برسیم کلمه شیطان در باره ما صدق میکنه. حالا برسیم به گروه سوم. این دسته از شاگردان با دیگران به کلی متفاوتند. آنها عشق دانایی و عاشق دانایی و دانشند و پیوسته در صدد رشد و پرورش. از هر کس بیشتر معلمشان را و از هر کجا بیشتر کتابخانه را دوست دارند. آنها نیک میدانند که زمان عزیزترین متاع دنیا و با ارجترین بخشش خدا به آنهاست. این ارمغان گرانبها را هرگز هدر نمیدهند. با گوش هوش این اندرز آسمانی را پیوسته میشنوند. باید وقت را غنیمت دانند و دقیقه آرام نگیرند، زیرا این فرصت نخواهد ماند. بیان است از عبدالبها. بیان دیگر از عبدالبها: سعی و کوشش لازم و واجب. شب و روز آنی مهمل نباید بود و دقیقه ای نباید از دست داد، ولی باید اعتماد بر تأییدات نمود، یعنی بر یاری پروردگار. زیرا اگر فیض حقیقت نرسد، فیض الهی نرسد، زحمت ثمر نبخشد، کوشش فایده ندهد. بیان دیگر: شخص معقول ابدا وقت را از دست نمیدهد. این دانش آموزان تنها به فکر خود و نزدیکان خود نیستند. مردمان را از هر نژاد و ملیت و آیین و مذهبی باشند از دل و جان دوست دارند. از رنج دیگران رنج میبرند و در شادی آنها شریکند، زیرا همه مردم جهان را در آینه روح خود میبینند. سرمشق زندگی آنها این گفتار زیباست: بگو. خداوند به هستی با الله حکم می‌فرماید که بگو به مردمان، بگو ای دوستان، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. هیچ کس در نظر ما نباید بیگانه باشه، غریبه باشه، همه ما اهل یک
خانواده هستیم، همه ما دوست و دوست صمیمی یکدیگر هستیم. این نظر خدا، دستور خدا به ماست. برگردیم به این وصف این دانش آموزان. این دانش آموزان نیک می دانند که دیر یا زود باید این مدرسه موقت را رها نموده زندگانی تازه در دیار دیگر اثر گیرند. به این سبب پیوسته می کوشند که هر گل خوشبویی را ببویند و از هر گلزاری دستگلی بچینند، زیرا آگاهند که بهار پایدار نیست و زندگانی را وفا و قراری نه. این شاگردان سعی دارند که دوران زودگذر زندگانی را صرف نعمتهای جاودانی نمایند و با سربلندی و افتخار از مدرسه روزگار فارغ شده به عالم اسرار روند. این اندرزها سرمشق زندگانی آنهاست. گفتاری از هست با الله. کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از پی عجل نه. عنقریب، یعنی به زودی، آنچه مشاهده می شود سطوت فنا آن را اخذ کند و به عدم راجع نماید. جهد نمایید شاید به عملی فائز شوید که به تاج قبول مزین گردد و به دوام ملک و ملکوت باقی و پاینده ماند. باز گفتاری دیگه، بگو، باز با کلمه بگو این گفتار شروع میشه. بگو ای عباد، ای بندگان، تا وقت باقی جهد نمایید شاید فائز شوید به آنچه که از برای آن از عدم به وجود آمدید، که گفتیم علت وجود ما خداشناسی است که این خداشناسی منجر به عشق میشه. جنس این شاگردان نیز مانند دیگران در ابتدا گل بود، اما با جهد و کوشش از گل گل پرورش میدهند و به این سبب هر کجا دور هم جمع میشوند از زیبایی روحشان و بوی خوش خویشان گلستان میآفرینند و در هنگام سفر به عالم دیگر این گلستان زیبا و خوشبو را همراه خود به باغستان برین میبرند. گفتاری از قرآن مجید. سپس کتاب آسمانی را به بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. برخی از آنها نسبت به خود ظالمند، برخی دیگر بی تفاوتند و برخی دیگر به اجازه پروردگار در اختیار و انجام کار خیر بر دیگران سبقت می جویند. این فضل و بخشش بزرگی از جانب یزدان به آنان است. این گونه مؤمنان ساکنان بهشتند. ببینید در این گفتار هم مردمان به سه گروه تقسیم شدند. برخی از مردمان فرمان به خود ظالمن، اونها مردمان مکار و دروغگو هستند که برای کلمه انسان در باره اونها صدق نمی کنه. برخی دیگر بی تفاوتن، نه خوبن نه بدن، و برخی دیگر می فرمان به اجازه پروردگار در اختیار و انجام کار خیر بر دیگران سبقت می جوند. یعنی ما می بینیم مردم رقابت می کنن در کسب ثروت، اینها در انجام عمل نیک برای دیگر سبقت می جوند. این افراد هستند که واقعا به مقام انسانیت میرسند. این رو خداوند در اینجا ذکر شده که به اجازه پروردگار به این مقام بلند میرسند. این واقعا لایق هستند و خداوند به اونا اجازه میده که به این مقام بلند برسند و اینها البته ساکنان بهشتند. بنابر نقشه آفرینش، هر کس بنابر استعداد معنوی خود از پرتو بخشش ها و مواهب الهی سهمی میبرد و بهره می اندوزد. در برابر درخشش آفتاب دانش و بینش، بعضی از مردمان چون آیینه و الماس حساسند. هرچی بیشتر روحشان را در پرتو آن آفتاب پرورش می دهند، و به دیگران نیز روشنی می بخشند. بعضی دیگر از مردمان چون زغال و سفال با نور چندان میانه ندارند.
برخی دیگر چون جغدان شب زنده دار از آفتاب بیزارند و در تاریکی شب شاد و بیدار. این بیانی است از اصحاب‌ها. هر چند آفتاب بر جمیع اشیا یکسان میتابد، ولی در آینه صاف جلوه شدید نماید. هر کس، هر انسانی بنابر استعداد خودش از بخشش ها و موارد الهی بهره میبره. در آخر این فصل بنده باز یه قسمتی گذاشتم، در آخر تمام فصل های این کتاب بنده قسمتی گذاشتم به نام پروردگار را از گفتارش میتوان شناخت. در این فصل بیشتر درباره این موضوع صحبت کردم. بیانی از حضرت مسیح میفرمایند چه خوشبختند کسانی که گفتار پروردگار را میشنوند. البته بنده در این کتاب از گفتار پروردگار نمونه های بسیار گذاشتم. هر یک از نمونه هایی که از آیات الهی در این کتاب تقدیم می شود مرتبط به نام یکی از پیامبران است. برای دانستن مرجع آن آیات ذکر نام پیامبران لازم است، اما باید بدانیم که این فرستادگان تنها واسطه بین یزدان و انسانند. آنها از خود سخنی نداشته و ندارند. آنچه می گویند از فرستنده و آفریننده آنهاست. شناختن پروردگار از گفتارش کاری سهل و آسان. خالق ما غریزه تمیز دادن سخنش را از سخن دیگران در روح هر یک از ما به ودیعه نهاده. اگر چنین نبود ما در برابر او مسئولیتی نداشتیم. این یک گفتاری از حضرت بهاءالله، بنده ترجمه رو بر شما میخونم. میفرمایند در هر نفسی میزان شناسایی کلام یزدان و تمیز دادن آن را از غیر آن به ودیعه گذاشت، یعنی خداوند به ودیعه گذاشت، و الا دلیل و برهان یزدان بر بندگانش کامل نمی شد. اگر صاحب فکر باشید، البته ما در صورت این رو درک می کنیم که فکر کنیم، اگر صاحب فکر باشید درک می کنید که پروردگار به کسی ظلم نکند و به بندگانش حکمی مافوق طاعتشان ندهد. او بخشنده و مهربان است. برابری میبینیم که هر انسانی قادر هست که کلام پروردگار رو بشناسه و اون رو از کلام دیگران تمیز بده. البته قلب پاک لازمه. اگه قلب ما آلوده به تعصب باشه از این کار قادر نیستیم به انجام این کار. یک آیه ای از قرآن ترجمه: پروردگار حقیقت را با گفتارش به اثبات میرساند، اگرچه مردمان گناهکار از روبرو شدن با این حقیقت اکراه دارند. میبینید که خیلی ها اشکال دارن، نمیخوان روبرو شدن، نمیخوان ببینن، نمیخوان بدانن، اکراه دارن. بیانی از حضرت بهاءالله: اگر قوه ادراک آن، یعنی قوه ادراک گفتار پروردگار در مردم نبود، چگونه حجت یعنی دلیل بر کل واقع میشد؟ چطور خداوند میتونه ما رو مسئول بدونه؟ باز آیه از قرآن: آیا کتابی که بر تو نازل نمودیم آنان را کافی نیست؟ گفتار دیگه از حضرت بهاءالله میفرمان فهم کلمات الهیه هیچ دخلی به علم ظاهری ندارد. این منوط به صفای قلب و تزکیه نفوس و فراغت روح است. بنده بارها با افراد مختلف صحبت کردم، گفتن که من واقعا از قرآن یا از کتاب انجیل یا تورات اطلاعات کافی ندارم، برو از کشیش من بپرس، اونا باید جواب تو رو بدن، برو از اون مجتهد بپرس. و به این وسیله خودشون رو معذور دانستن. ولیکن بنا بر شهادت خداوند میفرمایند که فهم کلمات الهی هیچ دخلی به علم ظاهری ندارد. لازمه شما حتی مدرسه رفته باشید. چه چیزی ما لازم داریم؟ میفرمایند منوط به صفای قلب. قلب ما باید پاک باشه، تزکیه نفوس، روح ما پاک باشه و فراغت ما، روح ما از این دنیا انقطاع داشته باشه، بستگی به این دنیا نداشته باشه. و الا هیچ کاری به تحصیلات و عربی دونستن و زبان هیبرو دونستن و این دونه اصلا مربوط به این موضوع نیست. ولی متاسفانه بسیار مردم فکر میکنن که خدا رو فقط دانشمندان میتونن بشناسن یا یک آخوند میتونه بشناسه. همچین چیزی ابدا نیست. پروردگار بارها شهادت داده و ما را متذکر داشته که آنچه فرستادگانش میگویند تنها از اوست، نه از آن فرستادگان.
باز برگردیم به این که گفتار پیامبران گفتار خود اونا نیست. اکثرا اونا افراد بیسوادی هستند که تحصیل هم نکردن ولی گفتارشون در نهایت زیبایی و بلاغت است. گفتاری از حضرت باب می‌فرمان این کتاب وحی پروردگار است، این دریایی است مواج، این ترجمه است، این دریایی است مواج، گفتاری است که پنهان بود، نوری است برتر از هر نور. با این حال بسیاری از مردمان هنگام روبرو شدن با سخن یزدان در این تصورند که سخن یک انسان را میشنوند. آگاهی از این حقیقت به ما میآموزد که آیات الهی را کوچک نشمریم. این خدای ما و خالق ماست که از روی عشق و محبت با ما سخن میگوید. این خدای ماست که هر نعمت و خیری را برای ما مقدر داشته و تنها انتظاری که از ما دارد این است قدر آن نعمتها و هدیه ها را بشناسیم و به میل خود و خاص خود در کسب آنها بکوشیم. قدر و منزلت هر موفقیتی را چگونه میتوان شناخت؟ آیا آنچه بدون کوشش به دست آید آن را قدر و منزلتی است؟ بزرگترین توفیق برای هر انسانی شناختن خالق اوست. آیا توفیق در این آرمان بزرگ شایسته هر گونه کوشش و هر فداکاری نیست؟ آیا اگر به این وعده پروردگار اعتماد نکنیم تقصیر از کیست؟ از ماست یا از خالق ماست؟ آیه از قرآن می‌فرماید کسانی که در یافتن ما کوشا باشند البته به راه‌های ما هدایت شوند. ببینید باید کوشش نمون. در این کتاب صدها آیه از آیات الهی تقدیم شده. این آیات را بارها بخوانید، در آنها درباره آنها بیاندیشید و از خود بپرسید آیا تا به حال هیچ انسانی بر این سبک و سنت سخن گفته است؟ بنده چند آیات از آیات الهی رو دارم برای شما میخونم و بعد یک فرصتی به شما میدم که موزیک گوش بدید. آیه از قرآن: دلائل روشن از جانب پروردگار برای شما آمده، هر که چشم بینش بگشاید رستگار است و هر که به کوری گراید زیانکار. ببینید ما چشم درونمون رو باید باز کنیم، همونطور که چشم ظاهری رو باید باز کنیم ببینیم، خداوند یک چشمی هم در قلب ما گذاشته، باید اونو باز کنیم. آیه دیگه باز از قرآن: بگو، خداوند به رسول اکرم دستور میده که بگو به فضل و رحمت یزدان امیدوار باشند و به آن شادی کنند، آن ارمغان از هر چه می اندوزند برتر است. ببینید خداوند چقدر به ما مهربانه، ما رو تشویق میکنه که خداشناسی و عشق خدا رو ما در دل بپذیریم. این از هر چی که ما فکر میکنیم، از هر ثروتی که در دنیا فکر کنیم ارزشش بیشتره. گفتاری از حضرت بهاءالله: بی نیاز، یعنی خداوند بی نیاز، به آواز بلند میفرماید جهان خوشی آمده، غمگین مباشید، راز نهان پدیدار شده، اندوهگین مباشید. باز گفتاری از حضرت بهاءالله: این کیش، یعنی آیین بهایی، زندگی پاینده بخشد و این آیین مردمان را به جهان بی‌نیازی رسد. واقعا هر کس که خدا رو بشناسه و حضرت بهاءالله رو بشناسه در او شادی، در دل شادی حس میکنه که ثروت عالم با اون قابل قیاس نیست. آخرین بیانی که بنده در این فصل دارم برای شما میخونم و بعد به آهنگ گوش میدیم: ای دوستان یزدان، ما خداوند ما رو به دوستان خودش خطاب میکنه، ای دوستان یزدان، آواز یکتا خداوند بی نیاز را به گوش جان بشنوید تا شما را از بند گرفتاری ها و تیرگی تاریکی ها آزاد فرماید و به روشنایی پاینده رساند. در پایان این بیان بنده عرض میکنم که آیین بهایی الان بیش از 150 ساله که در این عالم بوده و اگر مردم دنیا این آیین را پذیرفته بودند، این جنگ هایی که واقع شده هیچ کدام انجام نمیشد، این دشمنی هایی که امروز میبینیم، این کشتارها، این بیوجدانی ها، این بیانصافی ها به هیچ وجه به وجود نمیاد. این بلاها نتیجه این هست که ما گفتار یزدان را نپذیرفتیم که فرمودن ما یک دنیا، این دنیا یکیست و همه ما برادران خواهران همیم و باید به همکاری کنیم که یک دنیای بهتری بسازیم. فعلا به این اندازه اکتفا میکنم تا چند دقیقه باز بقیه فصل دیگر رو برای شما خواهم خواند.
Vido,
آخرین فصلی که بنده انتخاب کردم برای این برنامه عنوانش هست خردگرایی یعنی چه؟ چون بنده خیلی وقتا میشنوم بسیاری از مردمان میگوان خرد برای ما کافیست، بدون اینکه اصلا معنی خردگرایی توضیح بدم. نقش عقل و خرد در سرنوشت جاودانی انسان. نقش عقل و خرد در زندگانی انسان شایان چنان اهمیتی است که باید آن را از راه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داد. قرآن که مخزن از جمیع اسرار پروردگار است، راه روشن نمودن چراغ عقل و خرد را در طی دو آیه کوتاه به ما می‌آموزد. به نظر بنده این آیه مهمترین آیه قرآن هست که رمز همه چیز، همه خیری در این آیه پنهانه. پس خبر خوش را به بندگانی ده که گفته‌ها را می‌شنوند و نیکوترین آن را پیروی می‌کنند. پروردگار چنین مردمانی را راهنماست و آنان از خردمندانند. بنده این آیه را به تفصیل بحث کردم در این فصل. آیات پیش کلیدی است برای گشودن گنجینه عقل و خرد. راه و رمز کامیابی در دو جهان در آن پنهان و عیان است. پنهان از زیرا مردمان آنطور که باید از اهمیت آن آگاهی ندارند. عیان از زیرا درک و اجرای آن بسی آسان است. عقل چیست و چگونه میتوان این ارمغان یزدان را بر عرصه روح و روان حاکم ساخت؟ اگر رمز این کار را بیاموزیم، برترین درس را آموخته ایم، زیرا در هر کاری عقل راهنمای ماست و کلید مشکل گشا. بدون آن در تاریکی و گمراهی زیستن است و از بزرگترین نشانه انسانیت بی بهره ماندن. در آیات الهی درباره عقل و خرد مراجع بسیار میتوان یافت. این گفتار به پارسی سره از حضرت بهاءالله بس زیباست. زبان خرد میگوید، اگه خرد میخواست صحبت کنه ببینید چی به ما میگوید. زبان خرد میگوید هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه. از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید. منم آفتاب بینش و دریای دانش. پژمردگان را تازه نمایم و مردگان را زنده کنم. چقدر این گفتار زیبا و دارای معانی عمیقی هست. عقل ما راهنمای ماست. برای شناختن خوب از بد و راست از نادرست جز عقل چه داوری داریم؟ گفتاری از حضرت بهاءالله. ترجمه: به آنچه عقل شما مکروه و ناروا می شمرد نزدیک نشوید. یعنی عقل ما به ما راهنمای ماست. هرچی که مکروه و نارواست باید اون رو انجام ندیم. گفتاری از پیامبر عصر عتیق اشعیا می‌فرماید خداوند چنین می‌گوید: بیایید با یکدیگر به یاری خرد گفتگو نمایید. پروردگار چنین گوید: انسانیت ما متکی بر عقل و سیرت ماست، نه بر شکل و صورت ما. گفتاری از حضرت بها: عقل انسان اعظم جلوه الهی است. عقل اشرف کائنات است. خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزان فهم باشد. نباید چنین قوه‌ای را که موهبت الهی است معطل و معوق کنیم. جمیع امور را باید با آن موازنه نماییم، زیرا دین را عقل ادراک می‌کند. اگر انسان عقل نداشته باشد دین را چگونه می فهمد؟ گفتاری از حضرت بهاءالله: بگو حکمت سرآمد اعمال و مالک آن است. حکمت مطابقش در انگلیسی از wisdom که در فارسی بهترین کلمه همون عقل و خرد است. سرآمد اعمال و مالک آن است، یعنی هر چیزی رو ما از عقل و خرد می توانیم به دست بیاریم. میان عقل، علم و عقل و دین کمترین ناسازگاری نیست. خرافاتی که به اسم خدا رواج یافته ساخته فکر پیشوایان نادان، بیدین و بیوجدان است. این پیشوایان حتی از درک اصول ابتدایی آیین خود عاجزند، تا چه رسد به اصول علم و حکمت.
آلودن و آمیختن آیین پاک پروردگار و افکار و هوس‌های خام خود و تجزیه دین یکتای الهی به مذاهب و فرقه های متضاد و گوناگون آشکارترین نشانه تعصب و نادانی و خودخواهی آنهاست. پس طبعا می فرماید اعظم فضائل عالم انسانی حکمت الهی است و حکمت عبارت از اطلاع به حقایق اشیاء است. یعنی حقیقت هر چیزی رو ما درک کنیم، این معنی حکمته. و علم و احاطه به حقایق اشیاء ممکن نیست جز به حکمت الهیه. یعنی عقل الهی رو، حکمت الهی رو باید کمک بیاریم. آیه قرآن از سوره زمر که بنده مطالعه کردم در وصف عقل و خرد پرتوی درخشان از علم و حکمت یزدان است. اگر مردمان در تحقق آن بکوشند و آن را در جمیع امور راهنمای خود سازند، شادمانی و کامرانی را در هر کاری یار و همیار خود یابند. بنابر نقشه و اراده یزدان، خرد حاکم و سلطان جهان دل و جان است. برای اینکه ارزش و مقام خرد را بدانیم لازم است بپرسیم اگر این حاکم را از کار برکنار کنیم جای آن چه داریم؟ در قیمت آن چه نیرویی بر مسند حکومت می نشیند؟ جز حماقت و جنون چه حاکم دیگری می توان تصور نمود؟ اگر عقل را از کسی بگیریم جز احمق چه داریم؟ در این باره اندکی بیاندیشید تا به مقام بلند و پرشکوه عقل و خرد پی برید. حال ببینیم بنابر راهنمای قرآن عاقل کیست و چطور بر روح خود حکومت می کند؟ بنابر آیه مبارکه عاقل کسی است که میتواند در موارد تصمیم بهترین را برگزیند. اما چطور میتوان بهترین را یافت و برگزید؟ برای توفیق در این کار تحقق سه شرط لازم است. یک، شناختن دایره امکانات. ببینیم چه امکاناتی هست، چه چیزی ممکن. تحقیق درباره هر یک از آن امکانات. سوم، برگزیدن بهترین آنها. فرض کنید شما میخواهید خانه بخرید. اگر عاقلید چطور میتوانید بهترین خانه را بیابید؟ یک، خانه های حائز شرایط را میبینید. دو، درباره هر یک از آنها تحقیق میکنید. سه، سپس بهترین خانه را انتخاب میکنید. اگر شما اولین خانه را خریدید انسان عاقلی هستید؟ اگر شما اولین مرد یا زنی را که دیدید به همسری پذیرفتید انسان عاقلی هستید؟ دانشمندان غربی همین روش را با جزئیاتی بیشتر برای موفقیت در تحقیقات علمی و امور دنیوی توصیه می کنند. ببینید اون سه شرطی که بنده عرض کردم در آیه زمر قرآن هست که قبلا خوندم. حالا ببینیم غربی ها چه میگن. مرحله اول هست آگاهی از نیاز، need recognition به انگلیسی. دو، جستجو و تحقیق، کسب معلومات، information search. سوم، مقایسه آنچه معلوم شده، comparison of alternatives. چهار، تحقیق دقیق و گسترده درباره بهترین نمونه، in-depth search, research. پنج، تصمیم و انتخاب، decision. ششم، ارزشیابی پس از تصمیم و انتخاب، post evaluation. حال ببینیم چطور میتوان آیه قرآن را در مورد برگزیدن دین و ایمان به کار برد. یک، در آغاز باید به اختصار نظری به همه ادیان نمود. دو، سپس آن دینی را که به قضاوت عقل معقولتر است مورد مطالعه دقیق قرار داد. سه، سرانجام اگر بر میزان الهی و داوری عقل و خرد آن دین از جانب خداست باید آن را با کمال شوق و اشتیاق پذیرفت. ببینید چقدر کار آسانه. آیا فرد عاقل برای خریدن خانه همین روش را به کار نمی‌برد؟ همونطور که دیدیم البته که به کار می‌برد. پس چرا در مورد دین و ایمان بیشتر مردمان این قانون ساده و بدیهی را نادیده می‌گیرند؟ آیا خانه جاودانی ما در دنیای دیگر کمتر و بی ارزشتر از خانه موقت ما در این دنیاست؟ خالق ما از کوتاه فکری بندگانش سخت در شگفتی است. گفتاری از حضرت بهاءالله می فرمان
سبحان الله، باز هم سبحان الله، یعنی چقدر جای شگفتی است. این اصطلاحی است که معنیش اینه که چقدر جای شگفت. انسان از برای تکسب در دنیا به چندین اسباب خود را محتاج مشاهده می نماید. انسان احساس میکنه احتیاجاتی داره و جمعی همش به تحصیل آن متوجه. تمام وقت ما صرف اینه که خانه بهتر داشته باشیم، سرمایه بیشتر داشته باشیم، ماشینی بهتر داشته باشیم. تمام هم ما، کوشش ما در این راه به کار میره. حال آنکه به تغییر و فنایش موقن است، یعنی مطمئن، حالی که میدونیم این خانه یه روزی از دست ما میره، بعد بیفرمان حال از برای عالمی که به دوام ملک و ملکوت باید در آن ساکن شود تدارکی ننموده. در آن خانه که ما باید همیشه در آن زندگی میکنیم هیچ تدارکی نمیکنیم، هیچ عین فکرمون نیستیم. بیان پیش به ما میآموزد که تا چه حد خالق از کمبود عقل بندگانش در شگفتی است. این شگفتی به حدی است که دوبار میگوید سبحان الله، باز هم سبحان الله. اگر این اصطلاح را به فارسی میگفتیم چنین بود: چقدر جای شگفتی است، باز هم چقدر جای شگفتی است. اون سه مرحله که بنده خوندم که هر کسی اولین خانه رو میخره، شبیه اینه که هر کسی هر دینی که به اون متولد میشه اون دین رو قبول میکنه و دیگه تحقیق نمیکنه، در حالی که عقل به ما میگه باید تحقیق کنیم، همه ادیان رو مطالعه کنیم، خداشناسی رو مطالعه کنیم، ببینیم آیا خدایی هست. و البته این کتاب رو بنده برای همین نوشتم، کسانی که صاحب عقل و خرد هستن این کتاب رو بخونن، ببینن آیا خدایی وجود داره و چه دینی میتوانه دنیای ما رو خوشبخت کنه، ما رو و دنیا رو. حالا ببینید هست مسیح چه میفرماید. حضرت مسیح میفرماید نخست در پی ملکوت خدا گام بردارید، یعنی دنبال خدا بگردید، خدا رو بشناسید و آینی که خداوند میفرسته اون رو بشناسید. پس از آن هر چیز دیگر به شما داده خواهد شد. این اولین چیزی که برای خوشبختی خودمون در این دنیا و در اون دنیا لازم داریم خداشناسی است و اینکه خداوند چطور با ما صحبت میکنه. اگر این رو به دست بیاریم همه چیز داریم، بنا گفتار حضرت مسیح. اگر این چیز رو نداشته باشیم واقعا هیچ چیز دیگه در زندگی ما مهم نیست. بنا اینو بنده باز از کتاب میخونم: بنابر گفتار آن پیامبر، پیش از هر چیز باید در جستجوی حقیقت بود. اگر رابطه ما با خدا درست باشد هر چیز دیگر نیز درست خواهد بود. اگر این رابطه درست نباشد هیچ چیز دیگر درست نخواهد شد. بیشتر مردمان در عصر ما درست از عکس این تصور، از عکس این دستور پیروی میکنند. در زندگی آنها اول دنیاست و اگر فرصتی باشد آخر خدا. این بیان از حضرت مسیح باید هر انسان خردمندی را به فکر و تأمل اندازد. این باز گفتاری از حضرت مسیح. می‌فرمان چه فایده اگر تمام دنیا را صاحب شوید اما زندگانی جاوید را از دست بدهید. بنابر حکم عقل و خرد کدام انسان زندگانی جاودان را فدای این جهان بی‌وفا و زودگذر می‌کند؟ توفیق در هر کاری مستلزم تحقق شرایطی است. برای روشن شدن موضوع فرض کنید در منزل شما قفل است و شما میخواهید وارد منزل شوید، چی کار میکنید؟ یک، کلید را بر میدارید. دو، آن را در محل خود میگذارید، سپس میچرخانید و بعد در را باز میکنید. حال اگر شما کلید را نچرخانید چه میشود؟ میتوانید وارد منزلتان شوید. مطلب اینجاست: تحقق هر کاری مستلزم وسیله است. آیا در عالم دین و ایمان وسیله لازم نیست؟ آیا بدون چرخاندن کلید در بهشت خود به خود بدون چرخاندن کلید در بهشت خود به خود به روی همه مردمان باز می شود؟ آیا رابطه ما با پروردگار و شناسایی پیامبرانش بر هرج و مرج استوار است؟ آیا در این مورد قانونی در کار نیست؟ راه یافتن حقیقت و رمز کامیابی چیست؟ هست باولا در این گفتار این راه را به ما می نمایند و پرده از این رمز بر می دارند. ترجمه: سرآمد آنچه برای تو ذکر نمودیم انصاف است و آن، یعنی شرط تحقق آن، تفرس و جستجو و ترک توهم و تقلید. ببینید اول انصاف لازمه. برای اینکه به انصاف موفق بشویم در انصاف باید جستجو کنیم،
توهم و تقدیر دست بکشیم. توهم ها تمام ما خیالایی داریم، میگیم یکی میگه خدا نیست، یکی میگه بهشت نیست، یکی میگه یه خیالاتی میکنه، این خیالات ما حقیقت میکنه داریم، ولی اینا رو کنار بذاریم و تقلید. و مردم هم از کشیش رو تقلید میکنن یا از خودشون، بعد اینا دست بردارن. و بعد میفرمان نظر نمودن به جمیع امور با چشم تیزبین. ببینید دانشمندان چطور حقیقت رو پیدا میکنن؟ آیا میتوانن از رای تقلید حقیقت رو پیدا کنن؟ با توهم حقیقت رو پیدا کنن؟ اینها رو ترک میکنن، جستجو میکنن و با چشمی تیزبین نگاه میکنن که ببینن حقیقت چیست. همین راه رو اگه ما درباره دین به کار ببریم، همه ما متحد میشیم، میفهمیم که خدا هست یا نیست، میفهمیم که چه دینی برحقه و با هم متحد میشیم، با هم یکسان با کمال محبت و عدالت رفتار میکنیم، ولی به کار نمیبریم، عقلمون رو به کار نمیبریم. حالا انسان با انصاف از اقرار به حقیقت بیم ندارد، بلکه با شوق و شعف آن را میپذیرد. بنابر گفتار پیش، برای تحقق انصاف این دو مانع را باید از سر راه برداریم. بنده این رو توضیح دادم، بعدم از کتاب میخونم. توهمات خاطر را از تصورات نادرست باید پاک نمود. این تصورات بیشمارند و همه مردمان آنها را کم و بیش در خاطر میپرورند. تقلید، از بند تقلید باید رهایی جست. آیا تولد ما در کشور خاص و پرورش ما در خانواده خاص نشانه درستی باورهای ماست؟ پس از پیراستن روح و روان از توهم و تقلید، باید به این دو شرط تحقق بخشیم. یک، به تفرس و جستجو یعنی تحقیق حقیقت پردازیم. دو، به نشانه ها و دلائل با نظر تیزبین یعنی فکری نقاد بنگریم. همان نظر و فکری که دانشمندان در کشف اسرار جهان به کار می‌برند. خداوند بارها به زبان پیامبرانش از بندگانش می‌پرسد که چرا آن هدیه گرانبها یعنی عقل و شعور را در مورد دین و ایمان و شناختن برگزیدگانش به کار نمی‌برید. در قرآن آیات متعدد است. مثلا ترجمه: آیا تعقل نمی‌کنید؟ آیا تفکر نمی‌کنید؟ این چنین است. این چنین آیات را تفکر یعنی چی؟ آیا جز به کار بردن نوری عقل چیز دیگری است؟ آیه دیگر: این چنین آیات را توضیح می‌دهیم برای کسانی که اهل تفکرند. باز از قرآن در آن نشانه است برای کسانی که اهل تفکرند. باز آیه دیگه: آیا پن نمی‌گیرند؟ دو مرتبه: به یقین در آن نشانه هایی است برای صاحبان عقل. اگر در شناختن نقشه آفرینش انسان کلید عقل و خرد را به کار نبریم چه می شود؟ آیا جز این است که سرنوشت جاودانی خود را به باد می دهیم؟ آیا جز این است که لشکرهای جهل و خرافه پرستی را بر روی خود تسلط می بخشیم؟ از بالا می فرماید: باید در کل هین به حق پناه برد که مباد عساکر یعنی لشکرهای جهل بر علم و عقل غلبه نمایند و جنود یعنی لشکرهای زن و ریب یعنی گمان و تصور بر یقین غالب شوند. همونطور که گفتیم، بنابر گفتار بعضی از دانشمندان، بزرگترین بلای عالم تصور و گمانه. مردم یه چیزی رو تصور میکنن، اون رو حقیقت میشمرن و بر اساس اون زندگی میکنن. اگر عقل و خرد را کنار نهیم، آیا جز این است که در تاریکی بیخبری روزگار میگذرانیم و بنابر شهادت یزدان در دو دنیا نابینا به سر میبریم؟ چه محرومیت و مجازاتی سخت‌تر از این. آیه از قرآن: هر که در این دنیا کوردل است، در دنیای پسین نیست، در دنیای جاودان نیست، نابیناست. چقدر چنین شخصی گمراه و بدبخت است. آیه از کتاب عهد عتیق: روز بزرگ خدا نزدیک است، آنها مثل مردم کور راه می روند. گفتاری از حضرت بهاءالله می‌فرمایند: بگو ای کوران، جهان پناه آمد. روز بینایی است، بینای آگاه آمده. هنگام جانبازی است، در این روز بخشش کوشش نمایی تا در دفتر نیکوکاران مذکور آیید. ببینید خداوند با چه محبتی ما را دعوت می‌کنه که ما در دفتر نیکوکاران اسم ما ضبط بشه و این چشم درون رو باز کنیم. تا این چشم درون رو باز نکنیم هیچ چیزی نخواهیم دید. برگردیم به آیه قرآن و بار دیگر آن را مورد تفکر و تفحص قرار دهیم و ببینیم چطور میتوان عقل را در عرصه دین و ایمان حاکم مطلق ساخت.
آیه قرآن شامل 4 حلقه پیوسته است. من خیلی سریع این رو میخونم چون خیلی وقت نداریم. نکته اول میفرماید خبر خوش، پس خبر خوش به بندگان ده که گفته ها رو میشنوند. ببینید اول ما به تحقیق کنیم، اگه نشنویم، شما الان دارید گفته ای گوش میدید، اگر ما اطلاع کسب نکنیم چطوره میتوانیم قضاوت کنیم؟ بعد میفرماید بهترین را آن را انتخاب میکنند. این مرحله دوست، مرحله وادی دوم، مرحله انتخاب و تصمیم است. پس از تحقیق و تفحص باید از بین آنچه آموختیم بهترین را به دل و جان بپذیریم و آن را راهنما و سرمشق زندگانی خود نماییم. این همون کاریش که دانشمندان میکنند. مرحله سه، خداوند چنین بندگانی را به راه راست میبرد. خداوند هم این افراد رو کمکشون میکنه. وقتی کسی عقلش رو به کار میبره، خدا هم کمکش میکنه. اگه کسی عقلش رو به کار نبره، خدا چه کمکی به اون بکنه؟ وادی سوم در دست خداست. هر کس دستور پروردگار را به کار برد، از یاری او نیز برخوردار میشود. مرحله چهارم میفرماید کسانی که این روش را به کار برند، صاحب عقل و خردند. به داوری خداوند مردم خردگرا کسانی هستند که این روش را به کار برند. اگر این روش را به کار نبرند، از ارمغان عقل و خرد محرومند. ببینید چقدر روشنه، کاملا این آیه قرآن با آخرین اصول علم و دانش سازگاری داره. می‌فرماید خداوند چنین بندگانی را به راه راست می‌برد. وعده یا تعهدی است از جانب آفریننده به بندگانش. خالق ما به ما می‌آموزد که در این ماجرا او هم سهمی دارد. هر کس حکمش را به کار برد، یعنی گام‌های پیشین را به کار برد، لایق لطف و یاری پروردگار شود. به عبارت دیگر، هرگاه انسان چراغ عقلش را برافروزد، یزدان نیز چراغ فضلش را در راه او می‌نهد. بنابراین انسان عاقل از دو منبع نور برخوردار است، هم چراغ عقل، عقل در دست اوست، و هم نور یزدان رهنمای او. زندگانی او و سرنوشت جان جاودانی او نورون علی نور است. در یک طرف چراغ آگاهی، در طرف دیگر پرتو فضل و رحمت الهی. از این بهتر چه می‌خواهی؟ بنده یه پاراگراف دیگه بخونم، مثل اینکه وقت ما نزدیک پایانه. برای شناسایی آیین الهی لازم است این پرسش را در دادگاه عقل و خرد عرضه داریم: آیا میان آیینی که پروردگار آفریننده کیهان برای بندگانش می آفریند و آیینی که ساخته تصورات یک انسان دروغگوست شباهتی هست؟ آیا میان آیینی که بر علم و حکمت پروردگار قرار یافته با تراوشات مغز یک انسان بیوجدان قابل قیاس است؟ آیا بین افکار و گفتار پروردگار و افکار و گفتار یک نفر انسان گناهکار شباهتی هست؟ گفتاری از عهد عتیق می‌فرمایند: نه افکار شما افکار من است و نه راه‌های من راه‌های شما. آنچنان که آسمان‌ها از زمین بالاترند، آنطور نیز راه‌های من از راه‌های شما و افکار من از افکار شما بالاترند. بنده در این موقع گفتار خودم رو به پایان میرسونم. خیلی ممنونم که به این گفتار گوش دادید. امیدوارم که اصل کتاب رو به دست بیارید، چون بسیاری فصل‌های دیگه در این کتاب هست که برای شناسایی خدا و عظمت و بزرگی خدا و جلال خدا مطالعه اونها لازمه. روز شما خوش. تا بعد.